آتش سوزی در یک ساختمان سیزده طبقه متعلق به یکی از شرکت های وابسته به وزارت نیرو در میدان ولی اصر تهران که صبح روز دوشنبه آغاز شده بود همچنان ادامه دارد. خطر ریزش این ساختمان پنجا و ساله مانند پلاسکو وجود دارد. سازنده این ساختمان همان سازنده ساختمان پلاسکو است. رژیم ساختمان های اطراف این ساختمان را خالی کرده است. این حادثه تا کنون نه مصدوم بر جای گذاشته ماموران رژیم برای کنترل اوضاع در محل حاضر شده و از تجمع مردم جلوگیری می کنند به دنبال این آتش سوزی مقام های داستانی و انتظامی رژیم برای کنترل اوضاع در محل حاضر شدند آرودگی شدید هوای تهران به رغم مخالفت یک کارگزار رژیم با تعطیلی مدارس روز سهشنبه نیز مدارس پایتخت را به تعطیلی کشاند. مدارس در بسیاری از کلان شهرها از جمله تبریز تعطیل شد در تهران از روز دوشنبه آلودگی هوا لحظه به لحظه افزایش یافت و صبح روز سهشنبه در برخی مناطق در وضعیت بسیار ناسالم و بحرانی قرار گرفت آلودگی هوا در برخی مناطق تهران از شاخص 231 گذشت که نشان دهنده شرایط اضطراری و وضعیت قرمز و خطر است به گفته مردم تنفس در هوای تهران بسیار سخت شده است ساکنان برخی مناطق تهران در شرایط خطر قرار گرفتند. آلودگی هوا حداقل تا پایان روز چهارشنبه در کلان شهرها به ویژه استان تهران ادامه خواهد یافت. مدارس تهران برای روز چهارشنبه هم تعطیل شده است. در حاکمیت آخوندهای ضد ایران و ایرانی شهر تهران در شمار یکی از سه شهر بسیار آلوده جهان است. گرانی شدید که کمر مردم را برای تامین قوت لایموت شکسته ادامه دارد. قیمت تخم مرغ باز هم گران شد و از 12600 تومان به 16500 تا هزار تومان رسید. اواخر هفته گذشته قیمت هر شانه تخم مرغ به رغم آزاد شدن واردات آن به هزار تومان افزایش یافت. قیمت هر دانه تخم مرغ به 600 تومان رسیده است.